سال 1368 است. 30 سال است که زمان متوقف شده. پشت این دیوارها شهری است در سکوت و درهایی که هر کدام به دنیایی باز می شود در 100 سال قبل. اینجا زنهایی هستند که تصمیم گرفتند هرگز از خانه هایشان بیرون نیایند. ماجرا از زمان مشروطه شروع شد، زمانی که میرزا مشتهد تبریزی از فقهای دوره قاجار فتوا میده که مردم از تکنولوژی روز آخر عمرشون استفاده نکنن. من اتفاقا واسه همون اطلاعاتش اومدن. ما هم راهگذری. گفتم روستایی هست اینجا اصلا نه آب، نه برق، نه گاز، نه هیچی شما نمیدونیم. گفتم خدای مگه میشه؟ داریم هم چیزی. اصلا ما تفریح امروز فراموشمون میشه. گفتم فقط بریم اینجا رو اینجا زوم شیم. ورود زنان ممنوع است. اما اگر با حجاب کامل باشید، شاید پذیرای شما باشند. در هر حال، صحبت با زنان نامحرم خط قرمز مردان این روستاست. همه چیز اینجا توی سکوت و آرامشه، نه تکنولوژی، نه موبایلی، نه تلویزیون، حتی میگن شناسنامه ندارن. اینجا هم روستا یا ایستا؟ آره. خب اهالی روستا کجا؟ شما جز اهالی روستا هستن؟ نه. اونا جز اهالی روستا؟ نه. سلام سلام. مال آدم ها عادیه، نه مال خبرنگار. نه خبرنگار که اصلا در داخل نمیزانیم. آره دیگه بگیرم مردم آزاری چی دیگه. به هر حال ما نتونستیم یه گفتگوی خیلی جامع و کاملی بگیریم که متوجه بشیم داخل روستا چه خبره. یعنی پشت این دیوارا هنوز هست مسئله، اما به هر حال مهمون نوازیشون مشخص شد و ما از این خربوزه های اورگانیک دادن. جمع کنیم برین اونجا الان میاد. بریم دمه در میشه باهاتون. بریم دمه در. بریم اونجا یه نفر بیاد. خب باهاتون میام. بریم. باش. چشم چشم. دیگه حریم خودتونه دیگه. باید هر چی شما بگید ما بگیم. ولی باز هم از مهمون نوازیتون. با این همه که ما اومدیم. ولی ناآگاهانه بود. یعنی ما واقعا بابا ناآگاهانه نیست. خلاص دیگه اینقدر هم مردم هم میگن که اینا نمیذارن. اومدم پیششون. بچه‌ها رفتن اونجا دیدم بچه اونجا باشون صحبت کنیم. ما دنبال یه نفر بودیم ببینیم صحبت بکنیم. اولین نفری که من دیدم وایستاد. یعنی ما کار ما اصلا نمیخواستیم که مثلا با کسی حرف نزنیم. بچه هم رفتن اونجا. پدر ما رو در آورد مثل شما این کنجو کار بابا ما اصلا اهالی روستا حاضر به گفتگو مقابل دوربین نشدند. از روستا خارج شدیم تا شاید راهی پیدا کنیم تا به اطلاعات بیشتری برسیم. شناختی خب از اون لحاظ مثلا چیشون فقط میدونیم که مثلا 15-16 سال بیشتر اینجا حدود 30 سال پیش اومدن. ولی خب داخلیشون نمیدونیم مثلا چی اینا، چون اصلا کسی رو تالو داخل رو نهیدن. ما باستون چوب اون چیزا میبریم به موقع نیاز دارن. پوشال اسب از اینجا ببریم اینا میریم تو داخل. اسبای خوب ها 800 میلیون 800 میلیون 901 میلیارد اینطوری رو حساب کتاب هم میشینه دیگه. زن و بچه‌شون که کسی نیده، چون اصلا نمیذارن کسی ببینه. با هیچ کسی تا 10 15 سال پیش که رابطه نداشتن، حالا یه مقدار آزادتر شدن و رابطه دارن. اینا خانماشون که هیچ اصلا نیدیم ما تا حالا. هر کی از اون ورا دنیا از اهواز شنیدیم میاد میدونه اینجا ببین چه خبره. هیچ چه بابیش خبر نیست. اینقدر میرن مزاحم میشن دیگه هر کسی باشه خسته میشه. خودشون هم خب یه سری پیرمرد هستن و جووناشون هستن و که گاهگذار میان بیرون با اینجا میبینیمشون. شما این شیوه زندگی رو میپسندین؟ دوست داریم مثل اینا زندگی کنیم؟ خب دیگه هر کسی یه عقیده ای داره. نه که الان کی قبول میکنیم زندگی رو؟ به نظرشون خیلی آرامش داره؟ از آرامش داره، ولی از اون برم خیلی تلاش باید کنی، زحمت باید بکشی که تمام همه چیزی رو خودمون مایحتاج. مگه میشه آدم نیاز به کسی همسایه نداشته باشه؟ اینا از اونایی که زیاد نیاز به همسایه ندارن. نامش ایستاست. بعد از شهر طالقان
که در میان درختان بلند تبریزی محصور شده است و اهالی آن از چوب این درختان به عنوان سوخت استفاده می کنند. اینجا روستا نیست، ملکی شخصی است که مردم آن تصمیم گرفتند این گونه زندگی کنند. با غریبه ها میانه ای ندارند و می خواهند آرامششان را برهم نزنید. مردمی ثروتمند که از تبریز آمدند و کاملاً به شیوه سنتی زندگی می کنند و تمام مایحتاج خود را خودشان تأمین می کنند. به ندرت و به ضرورتی خاص از روستا بیرون می آیند. حرفهشان پرورش و فروش اسب‌های خاص و گران قیمت است. ماجرا از زمان مشروطه شروع شد، زمانی که میرزا مجتهد تبریزی فتوا داد که مردم برای فراهم کردن شرایط ظهور تا آخر عمر از وسایل مدرن استفاده نکنند و این رسمی شد تا عده‌ای با همان شیوه گذشته 100 سال قبل تا الان زندگی کنند. 9 خانوار که حدوداً 60 نفر می‌شوند در این روستا زندگی می‌کنند. هیچ گونه امکانات دولتی ندارند و بچه‌هایشان به مدرسه نمی‌روند. زنان روستا به کودکانشان خواندن و نوشتن می آموزند و این تصمیمی است که بدون هیچ اجباری همه‌شان برای ادامه زندگی خود انتخاب کردند.